رانندگان و کارکنان مترو لندن به مدت 24 ساعت دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب از عصر روز چهارشنبه شروع شده است. اعضای 4 اتحادیه بعد از شکست مذاکرات برای افزایش حقوق رانندگان سرویس‌های شب که از ماه سپتامبر آغاز خواهد شد، تصمیم به اعتصاب گرفتند. مشکل بزرگ طرح‌های پیشنهادی آنها این است که تعادل میان زندگی شغلی و ساعات کار غیر معمول را در نظر نمی‌گیرد. کمیته اجرایی ما اکنون باید درباره اتخاذ گام‌های بعدی تصمیم بگیرد، اما پیشرفت واقعی باید صورت گیرد و مسئولان به طور معقول با ما سر میز مذاکره بنشینند تا راه حلی پیدا شود. اعتصاب کارکنان مترو لندن از ساعت 6:30 دقیقه به وقت محلی آغاز شد و تمام ایستگاه‌های مترو روز پنجشنبه بسته خواهد ماند. در این شرایط میلیون‌ها مسافری که روزانه از مترو استفاده می‌کنند چه خواهند کرد؟ من آنقدر خوششانس نیستم که دور از مرکز شهر زندگی کنم، اما فکر کنم بتوانم با پیاده رفتن یا با تاکسی مشکل را حل کنم. البته وضعیت شهر در هم بر هم آشفته می‌شود. من این شهر را نمی‌شناسم، بنابراین باید راه استفاده از اتوبوس را پیدا کنم. ممکن است حق داشته باشند که دست به اعتصاب بزنند، اما همه مردم تا صبح روز جمعه وضعیت دشواری خواهند داشت. بیش از 1 میلیارد مسافر به طور سالانه از مترو لندن استفاده می‌کنند و این اعتصاب کوتاه مدت می‌تواند اختلال عمده‌ای در شهر ایجاد کند. علی خردبیر خبرنگار یورونیوز گزارش می‌دهد. به دلیل این اعتصاب که طی 1 دهه اخیر در لندن بی‌سابقه است، 200 دستگاه اتوبوس به شبکه حمل و نقل عمومی اضافه شده و از شهروندان خواسته شده تا از دوچرخه‌های شهرداری استفاده کنند. این همه اما به نظر نمی‌رسه که جبران کننده اعتصاب 20 هزار تن از کارکنان مترو باشه. علی خردبیر، یورونیوز، لندن.